شاید بتونیم زینب پاشا یا زینب باجی رو یکی از بزرگترین زنان مبارز صدای اخیر ایران بدونیم. ما تو این ویدیو میخواییم درباره بی بی شاه زینب صحبت کنیم. سلام، من محبوبه هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. خوش اومدید. زینب پاشا زندگی پرفراز و نشیبی داشته که ما برای معرفی ایشون از این سری کتاب ها استفاده کردیم. مشخصات این کتاب ها رو توی قسمت توضیحات براتون میذارم تا اگه دوست داشتین بیشتر مطالعه کنید. اطلاعات دقیقی از جزئیات زندگی زینب پاشا وجود نداره. اینکه چه سالی به دنیا اومده، خواهر برادراش کی بودن و چه جور دوران کودکی و نوجوانیشو گذرونده. فقط میدونیم که توی یه محله قدیمی به اسم عمو زین‌الدین تو شمال تبریز به دنیا اومده. پدر شیخ سلیمان دهقان پیر و تهیدستی بوده. به خاطر همین زینب پاشا دوران کودکی سختی رو گذرونده. بیشترین چیزی که از اون دوران گفته میشه این بوده که آذربایجان همیشه دچار قحطی و کمبود نون بوده. تو دوره قاجار زنها بیشتر تو خونه ها میموندن و مشارکت کمتری توی اجتماع داشتن. اما توی همین دوره زنهایی مثل زینب پاشا، سردار بیبی مریم بختیاری، سردار بیبی مریم استرآبادی و سردار تحفه‌کل اصلا شبیه زنهای معمولی اون دوره نبودن و در مقابل ظلم و ستم سکوت نمی کردن و دست مبارزه می زدن. به گفته مردم تبریز زینب پاشا هم اصلا شبیه زنهای اون دوره نبوده که توی پستوی خونه بمونه. اونو زنی شجاع، دلیر و جنگجو میدونستن و هر وقت میخواستن شجاعت زنی رو مثال بزنن اونو شبیه زینب پاشا میدونستن. به خاطر شجاعت و جسارتش و همچنین تأثیر زیادی که روی مردم داشته شعرهای زیادی هم در موردش گفتن. حکم ایلد زینب پاشا جمله اناس و فراشا سیز بازاری باسونداشا دگنگی آغلیون جلیم پاتوامی باغلیون جلیم. زینب باجی برخلاف بقیه زنها از حضور در اجتماع ترسی نداشت. اون حتی گاهی کنار مردا توی قهوه خونه میشست و چای میخورد. اما این زینب باجی که این همه داریم ازش صحبت میکنیم توی تاریخ دقیقا چی کار کرده که هنوز هم اسمش سر زبون هاست؟ اما شهرت زینب پاشا از زمانی شروع شد که ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو رو به انگلیسی ها داد. اعطای این امتیاز داستان خیلی مفصلی داره که خیلی خلاصه براتون اینجا میگم. این امتیاز در سال 1269 شمسی با خیانت و رشوه‌های فراوانی که افرادی مثل امین السلطان و اعتماد السلطنه در دربار میگیرن و همچنین چرب زبانی و زیرکی انگلیسی‌ها به شخص ماژور جرار تالبوت داده میشه. تالبوت در سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا قول این امتیاز رو از شاه ایران میگیره و در ایران کمپانی روجی تالبوت رو تأسیس میکنه تا بتونه این قرارداد رو با ایران ببنده. به همین خاطر به این قرارداد قرارداد روجی هم میگن. قراردادی که طبق اون تمام فرایند خرید و فروش و صادرات محصول توتون و تنباکوی ایران به مدت 50 سال در اختیار کمپانی ماژور تالبوت قرار میگیره و در عوض سالی 15000 لیره به علاوه 1/4 سود کمپانی به خزانه دولت واریز شه. این قرارداد شامل 15 فصله که به طور خلاصه تمام اختیارات و امور دخانیات رو به کمپانی روجی میده و هیچ اعتنایی به منفعت مردم ایران نمیکنه. با انتشار این خبر توی ایران و خارج همهمه‌های زیادی به وجود میاد، جوری که دولت عثمانی توی روزنامه سبای خودش برای دولت ما ابراز تأسف میکنه. مخالفین این قرارداد سه دسته بودن: روس‌ها که دوست نداشتن انگلیسی‌ها توی ایران نفوذ بیشتری پیدا کنن، تجار ایرانی که ورشکست شده بودن و علما و مردم که دچار ضررهای زیادی شده بودن و علما این کار رو خلاف شرع و استقلال ایران می‌دونستان.
با وجود همه این نارضایتی ها و مخالفت ها، انگلیسی ها نماینده های خودشون رو برای اجرای این قرارداد به شهرهای مختلف ایران میفرستن و روز به روز نارضایتی مردم بیشتر میشه. تبریز اولین شهریه که دست به شورش و قیام میزنه و در ادامه این نارضایتی ها مردم بازار تبریز مغازه های خودشون رو میبندن. اما بعد از چند روز با زور و تهدید و وعده و وعید مجبور میشن تا مغازه‌هاشون رو دوباره باز کنن. اینجاست که زینب پاشا وارد داستان میشه. در حالی که چند ساعتی از باز شدن بازار تبریز نگذشته بود، عده‌ای زن مسلح در حالی که چادر نمازشون رو به کمرشون گره زده بودن وارد بازار میشن و با زور اسلحه مغازه‌دارا رو مجبور میکنن تا دوباره مغازه‌هاشون رو تعطیل کنن، بازار کلا تعطیل بشه و بلافاصله به سرعت تو پس کوچه‌ها پنهان میشن. رهبر این زن‌های مسلح کسی نبود جز زینب پاشا. اقدامات زینب پاشا و تأثیری که روی کسبه میذاره و در نهایت تظاهرات سراسری و همچنین فتوای علما مبنی بر اینکه هر گونه مصرف توتون و تنباکو حرامه، در نهایت باعث میشه مردم متحد بشن و حکومت رو مجبور کنن تا این امتیاز رو لغو کنه. مبارزات زینب پاشا به همین یه مورد ختم نمیشه. اون همیشه به خاطر مردم فقیر و گرسنه دست به مبارزات میزده. یکی از مبارزاتی که برای مردم انجام داده بود این بود که توی اون دوران توی آذربایجان قحطی گندم و جو بوده و دلیل اصلی این قحطی و کمبود نان احتکاری بوده که فئودال‌ها و ثروتمندا و تاجرها انجام میدادن. اون انبارهای اون رو شناسایی میکرده، اونها رو تصرف میکرده و غلات و گندم رو بین مردم تقسیم میکرده. اون حتی انبار یکی از مجتهدین و والی تبریز رو تصرف میکنه و تمام محصولات داخل گندم رو بین مردم تقسیم میکنه. زینب پاشا همیشه مردم رو علیه ظلم و ستم دعوت به مبارزه میکرده. اون یه روز توی بازار خطاب به مردها میگه اگه شما میترسید و نمیخواید مبارزه کنید، چادر زنها رو سرتون کنید و تو خونه ها بمونید. ما به جای شما میجنگیم. و روسری خودش رو سمت مردها پرت میکنه و میره. متاسفانه از سرانجام زینب پاشا اطلاعات دقیقی وجود نداره. برخی میگن که اون به کربلا سفر کرده بوده و بعد از اون سفر دیگه کسی زینب پاشا رو نمیبینه. عده‌ای هم میگن که توی کربلا فوت میکنه و همونجا دفنش میکنن. خب این سرگذشت شیرزنی بود به اسم زینب پاشا، زنی که در مقابل ظلم و ستم سکوت نکرد، سرخم نکرد و دست به مبارزه زد. امیدوارم این ویدیو براتون جذاب بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.